با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. این روزها شاهد مسائل و وقایع خیلی سختی در کشورمون هستیم و بنده هم به نوبه خودم به شما بینندگان عزیز این قتل مهسا امینی یا همون ژینا امینی از همشهریای کردستان رو به خانواده ایشون و همچنین به تمام مردم ایران تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که خون ایشان که در رگ همه ایرانیان با وجدان جریان پیدا کرده همچنان به خروش بیاد و بتونیم با همدیگه این مشکلات رو پشت سر بگذاریم و پیروزی را جشن بگیریم. در طی این دو هفته‌ای که این مسائل رو پشت سر گذاشتیم همه شاهد بودیم که هموطنان زیادی در سراسر کشور از ورزشکاران، هنرمندان، مردم عادی، جوانان، پیرزنان، پیرمردان همه واقعا وجدانشون بیدار شده و در هر جایی که هستن به کمک جوانان شتافتند و امیدوارم که شماهایی هم که هنوز دودل و نگران هستید بایستی ما به جایی برسیم که بتونیم یک بار تصمیم بگیریم که در کنار مردم باشیم یا در مقابل مردم و امیدوارم که به هر حال این مسائل هر چه زودتر به خوبی تموم بشه و اگه احیانا مسئولین بیلیاقت کشور ما میتونستن به نتیجه برسن که با صلح و آرامش این مشکل رو تموم بکنن که خیلی عالی بود، به طور مثال با گذاشتن یک رفراندوم یا انتقال قدرت به طور خیلی صلح‌آمیز میتونستن این مسائل رو تموم بکنن و مردم برای یک بار راحت بشن. خب بنده وارد مسائل سیاسی نمیخوام بشم ولی همه میدونیم که مسائل سلامت و سیاست یکی از موضوعات خیلی مهمی هستن که در کشور ما متاسفانه به هیچ وجه در اولویت قرار نداشتند، چه از وزرایی که واقعا لیاقت مردم ما را نداشتند، چه از برنامه‌های غیر علمی و غیر اصولی که در طی این 40 سال نتونستن سطح سلامت مردم ما را بالا ببرند و یا سلامت عمومی جامعه که ناشی از برنامه‌ها و اهداف و برنامه‌ریزی‌های دقیقی باعث باشه که تا سلامت عمومی جامعه بالا بره. همینجوری که هممون دیدیم به خاطر عدم مدیریت خوب این حکومت متاسفانه مردم ما در مقایسه با کشورهای دیگه در رابطه با مسائل سلامت هم خیلی مشکلات کشیدن و خیلی ناراحتی ها کشیدن. واقعا اگه بخوایم به جزئیاتش نگاه بکنیم یک سری مردم دپرشن دارن، خیلی ها استرس بالایی دارن که متاسفانه همین دپرشن و استرس بر مبنای تمام شواهد علمی منشأ و ریشه خیلی از بیماری های قلب و عروق، فشار خون، کلسترول بالا، قند خون بالا و بیماری های نورولوژی و غیره هستن که همه میتونست پیشگیری بشه یا لااقل مقدار زیادیشون پیشگیری بشه با یک مدیریت درست. متاسفانه از همون زمان بچگی که بنده 7 سالم بود این انقلاب رژیم آخوندها با وجود اومد و همه فریب خوردن، متاسفانه تا به امروز ندیدیم که وزارت بهداشت ما، نظام پزشکی ما دو قدم در جهت خدمت به مردم برداره، چه در جهت آگاهی بخشیدن به مردم، چه در جهت ارائه خدمات با استاندارد. برای اینکه بینندگان همه دیدیم که این حکومت به سلامتی مردم هیچ اهمیتی نمیده، واقعا دوست دارن، شاید هم با هدف این راه رو پیش گرفتن که مردم ما یه جورایی بیمار بمونن، دپرشن داشته باشن، استرس داشته باشن که نتونن در همچین شرایطی بر علیه رژیم از حق خودشون دفاع بکنن. هرچند که میبینیم در این هدف اگر هم بوده باشه شکست خوردن و جوانان ما که واقعا با این شهامت و شجاعت این روزها در کف خیابون جلوی باتوم و تفنگ و زد و خورد این مأمورین بی وجدان سینه سپر می کنن و مخصوصا خانم های عزیز و شیرزنان ما که می بینیم چجوری از حق خودشون دفاع می کنن و امیدوارم که به هر حال این مسئولین ما، این وزرای مربوطه و حتی نمایندگان مجلسی که در رشته های پزشکی و سلامت هستن بیان حرف بزنن. همونجوری که بنده چند روز پیش داشتم میخوندم در یک جایی که حدود 300 نفر از
همکاران پزشک شجاع ایرانی اومدن یک بیانیه‌ای دادن که واقعا آدم لذت میبره. دوست دارم ضمن تشکر از این همکاران پزشک این بیانیه رو اینجا چند خطش رو برای شما عزیزان بخونم که میگه به نام زندگی. ببینید خیلی حتی همون شروعش هم خیلی نکات زیادی توش داره، به نام زندگی که خیلی اصطلاح جالبی رو انتخاب کردم. میگن هموطنان گرامی، فرزندان شما در جامعه پزشکی ایران خود را موظف میدانند در این ایام بسیار دشوار و تلخ که در آن لحظه به لحظه شاهد آسیب‌های خطیر به وجهه ملی و تمامی ساخت‌های انسانی ایران و ایرانیان هستیم، همبستگی و خاکساری خود را به پیشگاه شما اعلام نموده و تأکید نمایند که به کارگیری هر گونه خشونت علیه شهروندان ایران را به هر بهانه‌ای که صورت گیرد محکوم نموده و آن را دارای عواقب سوء و جبران ناپذیری برای کشور می‌دانند. ما اعتقاد داریم تنها ضامن واقعی برای حفظ و تداوم سلامت در همه وجوه آن در ایران آن است که باور شود مردم صاحبان اصلی کشور هستند و تصمیم گیران نهایی سرنوشت کشور می باشند و چگونگی حل و فصل مشکلات و موضوعات درون جامعه ایرانی هستند. همچنین ادامه میدن این همکاران پزشکی عزیز، میگن ما جامعه پزشکی ایران از رئیس سازمان نظام پزشکی خواستاریم با سرعت و شفافیت به موارد زیر در راستای وظایف قانونی و حرفه‌ای و اخلاقی خود رسیدگی و اطلاع رسانی نماید. واقعا یکم جای تعجب داره که خیلی از انجمنهای پزشکی و توانبخشی ما هنوز بیانیه ندادن، خیلی از مسئولین ما هیچ حرفی نزدن، مخصوصا رئیس نظام پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی سکوت کردن. دوستان اینها بعدن باعث شرمساری میشه. ما همه میدونیم که حرف زدن و به پا خواستن و هر قدم کوچیکی هم که برداشتن میتونه هزینه داشته باشه، ولی خب انسانی که شجاع باشه هزینه ها را قبول میکنه و خفت و خاری را برای همیشه تموم میکنه. این دوستان تقاضای 4 تا موضوع را میکنن از رئیس نظام پزشکی و اولیش میگن بررسی دقیق و شفاف پرونده خانم مهسا امینی و موارد مشابه با حضور کارشناسان مستقل جامعه پزشکی و ایجاد بستر امن برای اعلام نظرات ایشان و اطلاع رسانی در باره آن. دوم، تأکید بر حفظ اصل قانونی و بین المللی بی‌طرفی مطلق کارکنان درمان در رسیدگی به کلی آسیب دیدگان از هر طرف و مراقبت دقیق از آنان برای ارائه خدمات پزشکی. خب میدونیم که در رشته‌های پزشکی بایستی همه اطلاعات بیمار محرمانه نگه داشته بشه و اینجوری نباشه که یک بستیج اومد در بیمارستان ما تمام پرونده یه نفر رو بدیم دستش. شما همکارانی که در بیمارستان مشغولین این مسئولیت‌ها رو داره به شما یادآوری میکنن، این همکاران که بایستی خیلی جدی گرفته بشه. نکته سومی که اشاره میکنن میگن حفظ امنیت پزشکان خصوصا در مورد رعایت کامل محرمانگی پرونده پزشکی کلیه مصدومان. بایستی پزشکی هم که پرونده کسی را به یک بسیجی نداد مورد آزار و اذیت قرار نگیره. و نکته چهارم هم که میگن منع به کارگیری هر گونه امکانات، تجهیزات، محملها و نشانهای پزشکی در امر خارج از این حیطه. بدیهی است که با توجه به سرعت تحولات کشور برای جلوگیری از خسارات ناگوار بیشتر اجرای موارد فوق باید بدون هدر داده شدن زمان انجام گیرد. و این لیستیه که امضا کنندگان به صورت آنلاین هم میتونن امضا بکنن. تا به امروز که این برنامه رو برای شما ضبط میکنم حدود 300 نفر از همکاران پزشک اینو امضا کردن. در کنار این یک بیانیه خیلی خوب و واقعا با ارزشی از سوی جامعه و انجمن دندان پزشکان کشور بیرون اومد که خیلی حائز اهمیته و اینها هم نکات جالبی را اشاره کرده بودن. و امیدوارم که رشته های توانبخشی، رشته های پرستاری، رشته های مامایی، رشته های روان پزشکی، تمام انجمن های و همچنین رشته فیزیوتراپی که متاسفانه تا کنون سکوت کردن بیان بیانیه بدن و این قتل عام مردم، این زد و خوردی که در خیابونا پیش میاد، این قتل‌های وحشیانه را حتما امیدوارم که محکوم بکنن. چرا که دوستان ما همه شاهد بودیم که در طی این 40 سال اینها وضعیت سلامت کشور را مثل سایر موضوعات دیگه نتونستن مدیریت بکنن. برای اینکه هر جا یک نفر بی سواد بود، هر جا یک نفر ریش و پشم بیشتری داشت، هر کی مور پیشونی سیب زمینی بزرگتری داشت در پیشونیش،
هر کی به یک آخوندی، امام جمعه، سرداری، جایی متصل بود، مقام و منزلت گرفت و در واقع تلنت ها و افراد باهوش جامعه هم یا اخراج شدن از همه جا یا مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن و یا به زندان افتادن و یا شهید و کشته شدن. پس ببینید دوستان، بنده یاد حرف پدرم میفتم که من 7 سالم بود وقتی انقلاب شد. بعد اومده بودیم از مدرسه، شعارهایی که در اون موقع میدادن و میدادیم و تو کوچه سرصدا میکردیم، پدرم در همونجا ما را در واقع نصیحت کرد، گفت این حرفا رو نزنید و این شعارها رو ندین. و جالبه که تا آخر عمرش هم مرتب به ما میگفت من میمیرم ولی یادتون باشه این آخوندها مال مملکت داری نیستن، این آخوندها مملکت رو از بین میبرن. و واقعا الان که آدم نگاه میکنه چقدر حرف خوبی بود که متاسفانه نیستش که ببینه. وقتی ما از نحوه زندگی سالم که ده ها برنامه برای شما داشتم دقت و توجه میکنیم، خب زندگی سالم یا اون هلسی لایف استایل چیه؟ زندگی سالم یعنی ورزش کردن، یعنی تغذیه خوب، یعنی آرامش خوب، یعنی استرس برای کار نداشتن، یعنی استرس برای درآمد نداشتن، یعنی نگران آینده نبودن. خب اینا همه استرس میاره برای هموطنان ما و دلیلش هم همینه که به اینجاشون رسیده دیگه، میگن کارو یکسره بکنیم. خب این حکومتی که مسئول آماده کردن تمام این شرایط من و شما نوعی که نمیتونیم اینا رو درست بکنیم، اون مسئولین نظام پزشکی هستن، اون مسئولین وزارت خونه هستن، اون معاونین وزارت خونه و وزیر هستن که باعث این طرح و ایده ها رو بیارن پیاده بکنن. اونها هم یا اجازه انجام چنین کارهایی رو ندارن یا بهشون دستور داده میشه که انجام ندین. و به همین خاطر هم که ما ندیدیم اینا یک طرح و لایه که واقعا به نفع پابلیک هلس یا سلامت عمومی مردم باشه یک قدمی برداشت باشن، یک طرحی داده باشن، یک طرح پزشک خانواده اومدن اجرا بکنن، 10 سال توش موندن، برای اینکه افراد با سواد و با استعداد و نمیذارن در رأس کار باشه و نهایتا این میشه که مردم ما برای هر بیماری مجبورن 10 قرص بخورن و از این دکتر به اون دکتر، برای اینکه سیستم نداریم، برای اینکه رو اصول هیچ کاری پیش نمیره. بارها شاید قبلا براتون مثال زده باشم، اینجا پرونده پزشکی هممون دست یک سری مراکز دکتر و خانواده و غیره هست. حتی اگه شما خودت هم دنبالش نری، اینا اون پرونده رو مرور میکنن، بعد 1 سال 6 ماه میبینیم به این بیمار پیام میدن شما بیا فشار خون تو اندازه بگیریم، به یکی دیگه پیام میدن میگن بیا قند تو رو اندازه بگیریم. اینا یعنی پیشگیری. خب در کشور ما وقتی که یک سری افراد بی سواد شدن مسئولین کار، نه به فکرشون میرسه نه براشون اهمیت داره و همونجوری که گفتم اینا ترجیح میدن که مردم ها بیمار و مریض باشن که بتونن خوب مشغول دزدی ها و اختلاس ها و فسادشون باشن مسئولین. پس ببینید دوستان، ما از هر نظر که به این حکومت نگاه بکنیم میبینیم که در وضعیت سلامت مردم بیشترین کوتاهی را داشته و مردمی هم که سالم نباشن مجبورن دنبال دارو و درمان و استرس و دپرشن و غیره بیفتن و اون موقع است که اینا هم میتونن خوب به کارشون ادامه بدن و اختلاس های میلیاردی بکنن و دزدی ها بکنن و هزار یک گندکاری دیگه. که امیدوارم همون جوری که مادر جینا امینی روی قبرش اومد اون گلها رو پرپر کرد، همون جوری که خیلی جالب بود بدون هدف روی قبرش نوشتن جینا گیان دو نامری و اسمت میشه یک رمز برای پیروزی، خوشبختانه این رمز پیروزی ملت ایران شد و نه تنها ایران بلکه تمام دنیا رو متحول کرد، همه دنیا متحول شد نه فقط ایران. این خیلی جالبه که یک دختر نجیب و زیبای کرد همشهری ما همچی تحولی را در تمام دنیا با وجود آورد که از شرق و غرب ایران، از شمال و جنوب ایران همه به پا خواستن، چرا که همه به اندازه کافی
رنج و بدبختی کشیدن از دست این رژیم. و اینجاست که اگه کسی هنوزم سکوت بکنه، یا ترسوست یا ببخشید بی غیرته، و الا کسی که یک ذره شهامت داشته باشه، کسی که یک ذره غیرت داشته باشه، حالا حتی بهترین مسئولیت و مقام هم داشته باشه، بایستی پشت بکنه بهش، بایستی بذاره کنار. مگه اینایی که میان حرف میزنن جایگاه و مقام و مسئولیت و هر چی دارن و پشت سر میگذارن؟ فوتبالیست ما که میاد حرف میزنه، استوری میذاره، خب میدونه بعدن چه عواقبی خواهد داشت، ولی بازم شهامت داره، میاد و حرف میزنه. پس تک تک ماهاییم که بایستی این سکوتو بشکنیم و برای خودمون، برای ژینا، برای وانیاری که 24 ساعت بیشتر زندگی نکرد توسط این آدم، نمیدونه چی بگه واقعا، این جلادان بمباران شد و بچه یک روزه به شهادت میرسونن اینا. و اینه که ما بایستی سکوت نکنیم، ما بایستی حرف بزنیم در هر جایی، هر چقدر که توان داریم حرف بزنیم. به قول سعید عزیز، چند روز پیش یک کلیپی میدیدم، میگفت پدر مادرایی که بچه هاتون توی خیابونن، لااقل به کمک بچه هاتون برید. خب این همه جوانان توی خیابونن، اینا همه پدر مادری دارن، ما نمیتونیم بچه هامونو ول کنیم، حتی بایستی خودمون دست بچه همونو بگیریم بریم کمک بکنیم به این شیرزنان ایرانی که روسریشون رو ور میدارن. و یه نکته هم در مورد ما ایرانیایی که در خارج از کشور هستیم بگم، ماهایی هم که بیرونیم به ظاهر یک زندگی و اجتماعی و اقتصادی شاید نسبتا خوبی داشته باشن اکثریت، ولی به خاطر اینکه ماهایی که بیرونیم هر لحظه این شرایط اینجا رو که میبینیم مقایسه میکنیم، اتومات تو مغز ما میگیم خب چرا این پیاده روی ایران مثل این نباشه، چرا یک جوان این آینده را در ایران نداشته باشه، چرا وضعیت اقتصادی یک جوان ایرانی اینجوری نباشه، چرا خریدن خونه در ایران اینجوری نباشه، چرا خریدن ماشین در اینجا اینجوری نباشه، طرز لباس پوشیدن، طرز حجاب، طرز زندگی، طرز نوشیدن، غذا خوردن، یعنی هر چی را که اینجا صبح تا شب باش سر و کار داریم، بلافاصله مغز ما مقایسه میکنه. و به همین خاطره که این 5-6 میلیون ایرانی که در خارج هست همه رنج و بدبختی میکشن و ما هم خشمگینیم، ما هم ناراحتیم. برای همون هم از که دیدین تو این یکی دو هفته ایرانیای خارج در مقابل سفارت ها و غیره چقدر داد و فریاد کردن، چقدر ناراحتن که همه ما ایرانی ها را اینها تو این 40 سال بیمار و مریض کردن. و برای رهایی از این بیماری ما بایستی به پاخیزیم و حرف بزنیم و در حد توانمون هر جا هستیم، هر چقدر میتونیم در حد توانمون یک کاری بکنیم. ماهایی هم که بیرون بودیم در این مدت واقعا رنج و استرس کشیدیم به خاطر اینکه دیدیم که کشور ما با این همه منابع، با این همه پزشکان دلسوزی که داریم، با این همه نابغه هایی که در رشته پزشکی و توانبخشی و غیره در نظام سلامت ایران داریم، ولی به خاطر عدم مدیریت درست، عدم راه و روش درست، عدم اختصاص دادن بودجه درست به نظام سلامت، مردم ما برای یک بیماری راه و روش درستی بهشون داده نمیشه. دیدیم همه این همه پول اختلاس شده، این همه پول در کشورهای مختلف دنیا مصرف شده، این همه کمک ها به جاهای مختلف کردن، در صورتی که بیمارستان‌های ما حقوق اندازه کافی داده نمیشه. خیلی از همکاران پزشک ماها حقوقشون نمیگیرن، همکاران رشته توانبخشی و فیزیوتراپی و کاردرمانی و غیره ماها بیمه ها حقوقشون نمیدن، تامین اجتماعی پولشون نمیده، در صورتی که این همه سرمایه داره کشور ما ولی صرف جاهای دیگه میشه. خب اینه که سیستم نظام سلامت ما نمیتونه کار بکنه، برای اینکه مدیر خوب نداریم، برای اینکه اهداف اصلی و سیاست های کشوری اولویتی به سلامت مردم نمیده. صدا و سیمای ما، روزنامه های ما، به جای اینکه بیان برنامه های ورزشی برای مردم بذارن، برنامه های اطلاع رسانی برای مردم بذارن، مردم آگاه کنن نسبت به پیشگیری از بیماری ها، انجمن های مختلف در مورد بیماری ها باشه، NGO های مختلف در مورد بیماری ها باشه، میان
ببخش یه سری چرندیات صبح تا شب تو این تلویزیون پخش میکنن و اخبار چرت و پرت به مردم تحویل میدن. به هر حال به جای میرسه که بنده بیام با هزینه خودم 7 ساله به طور داوطلب، برای اینکه میبینم اینجا مردم آگاهیشون رو بهشون داده میشه ولی در کشور ما نیست، من میام اون موقع برای شما برنامه میذارم که وظیفه‌م هم هست، خیلی هم افتخار میکنم. به هر حال مسائل زیاد، بنده یک سری داریم با آخر برنامه میرسیم. یه دو سه نکته در مورد اینکه ما چجوری بتونیم به عزیزانی که مجروح میشن یا بهشون تیر زده میشه یا شکستگی چیزی دارن در وسط خیابون در این روزها کمک بکنیم، چند نکته رو به سرعت برای شما میگم. در اولین جایی که یک نفر مجروح شده بایستی اول یک ابزرویشن داشته باشیم، در واقع ببینیم نگاه های کلی به دور اطرافش بکنیم، ببینیم آیا یک نفر بهوش هست یا نه. اگر بهوش هست که از خودش یکی دوتا سوال جواب بکنیم، ببینیم آیا مهمتر از همه ضربه‌ای به سر و مغزش خورده یا نه، و در مرحله دوم ببینیم آیا ضربه‌ای به ستون فقرات و ناحیه بالا تنه خورده یا نه. اول که نگاه می‌کنیم اگه دیدیم احیانا ضربه‌ای به ستون فقرات و ناحیه گردن و سر خورده، باعث خیلی مواظب باشیم، سعی کنیم دو سه نفر کمکی بیاریم که برای این انتقال این شخص یک اقداماتی انجام بشه. بهترین کارم اینه که یک پتوی، یک دست روسری که خوشبختانه این روز همه آتیش میزنن، به جای آتیش زدن بیاریم به عنوان پتوی استفاده بکنیم، به هم ببندین این فرد مجروح رو 3-4 نفری، از بغل دستاتون اینجوری زیر پا و کمر و شانه و اینا بذارید، بلند بکنید روی پتو بذارید. اگه احیانا دسترسی با آمبولانس و متخصصین کادر درمان هست که حتما باعث اونها انجام بدن، ولی متاسفانه میدونیم که در شرایطی که این چماق به دستان حمله میکنن فرصت چنین کارهای نیست. و این که مردم به طور مثال در خونه هاشون رو باز میکنن این مجروحا رو کمک میکنن خیلی حائز اهمیته. اگه آسیب در قسمت پاها بود یکم شرایط راحت تره، اون موقع حتی لازم شد یه نفر میتونه بغلم بکنه ببره توی یک خونه یا یک درمانگاهی جایی. ولی مهمتر از همه اینه که اگه خونریزی چیزی هم بود سریع، اگه در دستا و پاها بود بالای اون قسمت خونریزی را سریع با یک دستمالی رو سریع ببندین. اگه در ناحیه شکم و ستون فقرات و اینا بود سریع یک دوست رو سریع بذارین روش، دوباره یک دستمال هم از روش ببندین چون که جلوی خونریزی را سریع بگیریم. و یک افرادی هم که اگه کمک های اولیه همون فرست اید و بلدن، اینا اگه در این اطراف هستن سریع سوال بکنید ببینید کسی اینا رو بلده اونا انجام بدن خیلی بهتره. و امیدوارم که در گروه های مختلف در بین اقوام و آشناها یک سری همکاران پزشک، یک سری پرستارهای عزیز اینا اعلام آمادگی بکنن که در چنین شرایطی با کمک مردم بیایند. و اگه هم به بیمارستانی درمانگاهی بردیم، واقعا شما مسئولین که اسامی این عزیزان رو به بسیجی و غیره ندین، حتی لازم شد اونجا بازداشتن بشین ولی نباید اسامی اینا رو بدین. در اینجا به پایان برنامه میرسیم. برای سلامتی شما عزیزان و پیروزی ایران و آزادی ایران آرزوی سلامتی میکنم. تا برنامه بعد و هفته بعد، روز شب خوش، خدا نگهدار.